بله، با سلام حضور همه عزیزان. راستش راجع به خود بحث حرفی ندارم، اما یک موضوعی که به این بحث مربوط هست رو میخوام مطرح بکنم. از کاوه عزیزم خواهش میکنم اگر میتوانه یا ارتباطی میبینه بین صدای من هست. پرواز نوشته میک پلیز. آها، خیلی ممنونم. کاوه اگر فکر میکنه رب داره به بحثش یا مؤثر هست میتوانه پاسخ بده. من اخیرا یه مصاحبه شنیدم با یکی از متخصصین آب و هوا، در واقع توضیحش این بود که خشکسالی در ایران شروع شده و این خشکسالی برگشت ناپذیره. توضیح داده که دیگه در واقع زمین ها بخصوص گفته که فلات ایران نصفش خشک شده. خشک یعنی خشکیده شده، یعنی دیگه آب به خودش نمیپذیره. بعد گفته که اگر تا 2 سال آینده هم اقداماتی انجام نگیره، در واقع کل فلات ایران. کمونیسم عزیز، این بحث خیلی خوبیه، ولی خب واقعا در رابطه با بحث ما نیست. میدونین البته عبدی عزیز خیلی انسان محترمی هستن، ممکنه بخوان یه نظر خودشونو بگن، ولی ببخشید با این وضعی که هست اگه اجازه بدین بحث رو من پیشنهاد میکنم یه دفعه دیگه شما خودت میتونی بیای اینو عرضه کنی. خیلی خوبه، دوستای دیگه هم هستن. اگر مایل هستین در رابطه با روابط ایران و آمریکا صحبت کنیم 5 بزنین. اوکی، مایل هستین؟ خودتون گفتین که مایل نیم بی ربطه دیگه، نه؟ اوکی. همه بحثا به همه بحثا مربوطه، ولی به خصوص در این زمینه شما خودت گفتی که مربوط نیست. اول در حال بفرمایید امیدوار عزیز، اگر کنیز خواستیم به من پی ام بدین. شما همیشه از 100,000 سال پیش عد بودین و اگر خواستین میتونین یه موضوع پیشنهاد کنین. بفرمایید امیدوار عزیز، میکروفون برای شما. با سلام و عرض ادب. من همونجوری که توی تکست عنوان کردم یه سوال داشتم، البته که با عرض معذرت دیرم وارد اتاق شدم، نمیدونستم که اتاق هست. خب سطح در واقع صحبت اتاق بالا است و من از این بابت خیلی خوشحالم. من فقط این چیزی رو که به ذهنم رسید در واقع عنوان میکنم، من میخواستم به طور مشخص از انسان های گرامی که توی این اتاق به عنوان مهمان دعوت شدن و در واقع در رابطه با این بحث صحبت میکنن، مشخصه های اصلی نئولیبرالیسم کدومن و در این رابطه به طور مشخص مبنای نئولیبرالیسم توی ایران چیه؟ من فکر میکنم خب هر نظمی یه زمینه میخواد و هر نظمی بالاخره حداقل در یک لایه‌ای در یک رشته‌ای اون فرهنگ خودش رو بایستی به وجود بیاره و داشته باشه تا بتونه پایه بگیره. بذار این برای من سوال بود که آیا این مشخصه واقعا در ایران وجود داره و اصولا مشخصه اصلی نئولیبرالیسم چیه و جایگاهش در ایران. ممنونم، سوال من این بود. من میکرو رها میکنم، بفرمایید. بسیار خوب امیدیار عزیز، خوشحالیم که تونستین سوالتون رو بپرسین. و اینکه پویان جان بفرم میکروفون برای شما، بعد از شما خب عبدی میتونن صحبت کنن چون که گویا زیاد وقت زیادی برای ایشون نمونده. بفرمایید پویان جان. ببخشید امیدیار، معذرت میخوام، ببخشید.
خب به نظر میرسه که پویان عزیز اشکالی دارن و من اینطوری برداشت من اینه، نمیدونم شما هم اینطور در اینطور فکر میکنید چون که دیسکانکت شدن دو مرتبه. بسیار بسیار خوب. پس عبدی جان بفرمایید ما با این شرایطی که هست، ضمن تشکر مجدد از شما که تونستین به هر حال بیاین امروز و بر ما وقت بذارین، اگر تا 30 ثانیه دیگه پویان نتونه بیاد که امیدوارم هم الان داره آنلاین میشه، میکروفونو بهش بدیم، اگر نه که بعد از ایشون شما میتونین بحثو خاتمه بدین و بعد در یه فرصت مناسبی اگر احساس میکنی عبدی جان که در رابطه با مسائلی که کونیز میخواستن مطرح کنن و همینطور سوالی که امیدیار داشتن میتونیم یه بحث دیگه بذاریم حتما. اجازه بدین ما پویان رو هم یک بار دعوت کنیم بیان ببینیم که میتونن وارد روم بشن یا نه. آها مثل که اومدن و امیدوارم که صدا داشته باشه. پویان عزیز صدا دارین؟ اگر دارین میکروفون رو بگیرین. بله بسیار خوب، مرسی، خیلی ممنون پویان. حالا من یه مدت صدا اصلا نداشتم، صدای من بود ولی صدا نداشتم، الان صدا هست. نمیدونم برنامه رو با موزیک ادامه بدیم یا اگه رفیقمون بیشن اگه حاضرین برای موزیک یه علامت بذارین. اوکی پس من بحثم شروع میکنم. در رابطه با یه مقدارم این بحث قطع شد، من یه مقداری افکارم پراکنده شد ولی به هر حال سعی میکنم. در رابطه با مسئله رابطه امریکا و ایران توی بحث گذشته گفتم اینو باید به عنوان یک امری که هم از نظر تحولات درون جامعه سرمایه داری و هم از نظر تاریخی بررسی کرد، یعنی این دو رو در رابطه با هم بررسی کرد به این صورت که اصولاً اون چیزی که تحت عنوان قیام توی ایران شکل میگیره عواملی که این رو شکل میدن رو وقتی که بررسی کنیم خب طبیعتاً به عواملی برخورد میکنیم که این عوامل به عنوان عوامل که علت کنید. 3-4 دقیقه شما میتونین سوالتو بپرسی، یعنی شدم هرچه کمتر خب بهتر چون خارج از موضوعه. بعد پویان عزیز و در انتها عبدی عزیز با ایدی کاوه میتونن بحث و خاتمه بدن. بفرمایید میکروفون. بله با سلام مجدد. راستش من ربط داره به بحث، منتها ربط مستقیم را نداره، غیر مستقیم ربط داره. بحث بیشتر اینه که این خشکسالی عظیمه، یعنی حتی تا جایی که مرگ و میر میلیونی را با خودش خواهد داشت، اوضاع کشاورزی به هم خواهد ریخت، اصلا بخش عظیمی از کشاورزی ایران نابود میشه. بعد این فشاری که به جمهوری اسلامی میاد، به جامعه میاد، حالا کار نداریم بازتابهاش در مردم چه خواهد بود و چه عملی خواهند کرد، آیا این رابطه میتوانه این مسئله، این بحران در حوزه آب و هوایی، درنجه در کشاورزی و صنعت و همه چیز تأثیر میگذاره، میتوانه جمهوری اسلامی را تحت فشار بیشتر بگذاره که در واقع با آمریکا رابطه برقرار کنه؟ آیا در این حوزه آب و هوا یا مسائلی از این قبیل میتوانه این نیاز به رابطه به غرب برای نجات از این وضعیت را در واقع اجباری ایجاد بکنه که برد به طرف رابطه با آمریکا؟ سوالم این بود، یعنی مسائل دیگری غیر از اون مسائل خاصی که الان مطرح است از قبیل آب و هوا میتوانه این کار انجام بده، این فشار را مضاعف بکنه؟ همین، خیلی ممنونم. بسیار خب، چون خودتون وقتی شروع کردین گفتین اصلا من سوالم مربوط نیست، ولی حالا به یه صورتی پرسیدین که یه طوری ربطش دادین.
بفرمایید پویان عزیز، میکروفون برای شما. با سلام دوباره بعد از این همه گسست و قطع و وصل شدن، امیدوارم که دیگه اتفاق نیفته. من بحثم تا اونجایی که فکر میکنم میتونم به این صورت جمع‌بندی بکنم که ببینید، ما با یه پدیده روبرو هستیم. این پدیده رو باید چند جانبه بررسی کرد. این پدیده از یک طرف در بستر سرمایه‌داری جهانی انجام میشه، از یک طرف دیگه عوامل سیاسی درش دخالت میکنن. در بستر سرمایه جهانی انجام میشه به چه معنیه؟ به نظر من دورانی که به نظر من بعد از سالهای 72 73 در واقع شکل گرفت، دوران نوینی در عملکرد سرمایه جهانیه. یعنی دورانیه که دولت‌های سرمایه‌داری باید نقش خودشون رو به شکلی در این ساختار نوین تعریف بکنن. اگه بخوام مقایسه بکنم، مقایسه ایست که بعد از سال 1870 در رابطه با شکل‌گیری امپریالیسم شکل گرفت. یعنی با شکل‌گیری امپریالیسم عمدتاً تقسیم کار جهانی و در واقع ساختارهای دولتی که باید این رو به پیش می بردن، نه به عنوان یک سیاست بلکه به عنوان ضرورتی تاریخی در رابطه با عملکرد سرمایه باید انجام می دادن این کار رو. امروز هم به نظر من این پروسه که داره متحول میشه شبیه، از نظر تاریخی شبیه اون پروسه است. یعنی پروسه ایه که ساختار دولت ها، جایگاه این دولت ها در شکل بندی این سرمایه‌داری باید مشخص بشن. ما دو پدیده مشخص رو در این رابطه بررسی میکنیم، یکی جمهوری اسلامی، یکی سرمایه‌داری امریکا یا دولت امریکاست. این دو به طور کلی هر کدوم با تناقضات یا با عواملی که در درون خودشون وجود داره که کاملا هم به طور مستقل عمل میکنن، ولی جدا از این مجموعه حرکت سرمایه‌داری نیست. یعنی در این چارچوب باید عمل بکنن. از یک طرف شاهد کاهش هژمونی در امریکا هستیم. این کاهش هژمونی در امریکا یک در واقع امر اقتصادی سیاسی و از نظر اقتصاد سیاسی در واقع تحولی است که دگرگون میکنه سیاستی رو که باید اینا به پیش ببرن. سیاستی که در گذشته به طور مشخص به عنوان یک امپریالیست، به عنوان تعیین کننده سیاست‌های سرمایه، به عنوان در واقع مأمنی برای مونوپول‌ها عمل می‌کرد و امروزه در سطح جهانی باید نقش خودش رو تعریف بکنه. از طرف دیگه البته این ترانزیشن در سرمایه‌داری امریکا با تناقضات خاص خودش روبرو هست. یعنی همه بخش‌های سرمایه در امریکا به شکلی نوین خودشون رو باید در این رابطه تعریف بکنن. یه عده فراملی شدن، یه عده نمیتونن فراملی بشن، منافعشون در چارچوب داخلی حفظ میشه، ولی باید این سیاست رو قبول بکنن. یعنی این تناقضات وجود داره. از یک طرف دیگه جمهوری اسلامی به نظر من تولیدی که در جامعه میشه، تولید سرمایه‌داران است. حاکمیتی که باید این تولید سرمایه‌داران رو به پیش ببره، این با تناقضاتی همراه است. این تناقضات بخشن عوامل عقب موندگی سرمایه‌داری توی ایران هست. از طرف دیگه در واقع تعریف نوین خودش در این جامعه سرمایه‌داری جدید هست. یعنی دولت شاه یا دولت گذشته در واقع نشأت می‌گرفت از سیاست‌های آمریکا، از سیاست‌های امپریالیست جهانی، ولی دولت نوین عمدتاً خودش رو تعریف می‌کنه و خودش و عملاً در رابطه با عملکرد
تولیدی که در جامعه میشه و دولت نمایندگی اون رو میکنه در رابطه با بازار جهانی خودش رو تعریف میکنه. اینجاست که در واقع باید این تفاوت، این تناقضاتی که در درون این حاکمیت ها وجود داره در یک راستا، که این راستا عمدتا در جهت شکلگیری شکل نوین سرمایه‌داری در جهان هست که عمدتا نقش بازار، نقش در واقع قانون ارزش، نقش عملکرد سرمایه عمدتا بیشتر از عوامل سیاسی و عوامل در واقع موجودی که تا به کنون کنترل میکردن عمل بکنه. یعنی اگر در گذشته نقش مونوپول ها تعیین کننده بود در سیاست امپریالیست ها در رابطه با منافع مشخص خودشون، امروزه نقش سرمایه های فراملیست که تعیین کننده است. در کشورهای مثل ایران به علت ترکیب سرمایه یعنی ترکیب ارگانیک سرمایه پایین تر طبیعتا نقش خودش رو در این بازار باید تعریف بکنه و به همین علت حاکمیت باید به شکل نوین خودش در واقع این مسئله رو هم از نظر داخلی و هم از نظر بازار جهانی حل بکنه. این چیزی که امریکا رو به ایران در رابطه با امر سیاسی و به شکل در واقع دیپلماتیک خودش داره خودشون نشون میده در رابطه با تسهیل این عمله. یعنی وقتی ما از قدرت صحبت میکنیم، قدرت در چارچوب جامعه سرمایه‌داری قدرتی است که از مناسبات تولید نشأت میگیره. درسته که قدرت های دیگه وجود داره، ولی اون قدرت ها همیشه خودشون رو باید تطبیق بدن با این قدرتی که در مناسبات شکل گرفته و این قدرت مناسبات هست که قدرت تعیین کننده است. برای همین به طور کلی این روند کلی، این روند کلی به نظر من انتخاب نیست دیگه، این روند کلی روندی است که در جهت عملکرد انباشت سرمایه باید انجام بشه و انجام شدنش خب طبیعتاً فدایانی داره یا کسانی داره که در این رابطه از بین میرن، نقش گذشته خودشون رو نمیتونن از نظر سیاسی ایفا کنن، یا باید رنگ عوض بکنن یا باید به شکلی عملکرد خودشون رو عوض بکنن یا باید از صحنه خارج بشن و این طبیعتاً در یک پروسه 30 ساله امروزه بیشتر و بیشتر شکل گرفته. اگه بخوام مثال بزنم، به نظر من اون چیزی رو که در سال 90 در واقع بلوک شرق رو در واقع فروپاشی بلوک شرق رو موجب شد، در واقع عوامل درونی اون جوامع بود که بلوک شرق رو به بازار جهانی وصل کرد. درسته که عوامل دیگه مثل نقش سیاسی یا جنگ سرد در این رابطه کنترل کننده بود، ولی عامل اصلی عوامل درونی این جوامع بود که این خودش به مسئله گلوبالیزیشن، به مسئله شکل‌گیری نوین کمک کرد و این امروزه ما نه تنها در ایران، در بقیه جای دنیا، در سوریه، در مصر، در لیبی، در اوکراین، در روسیه، این تناقضات رو از این زاویه میتونیم بررسی بکنیم که اینا چگونه خودشون رو در این شرایط نوین در رابطه با به طور مشخص امریکا، که امریکا در واقع به عنوان اون عاملی که قبلا تعیین کننده بوده، عاملی که هژمونی رو در واقع به پیش می برده، امروزه در مقابل اون قرار می گیرن و هر کدوم با خواسته های مشخص خودشون عوامل خودشون رو به پیش می برن و اینجاست که به نظر من اون مسئله کلی که این سیاستی که منطبق با این جریان نیست، چه از طریق دولت امریکا به پیش برده شده، یعنی سیاستی که انطباق پیدا میکنه با این، از جمله حمله به عراق، حمله به افغانستان، در واقع با شکستی هم از نقطه نظر سیاسی، هم از نقطه نظر
اون اهداف اقتصادی که داشت روبرو شده و این به عینه نشون میده که این سیاست سیاستی است ورشکسته و امکانه. ولی بعضی از دوستان رفقا مطرح کردن که نمیدونم خواهان این هستن که ایران اتمی نباشه اینا. به نظر من اینا میتونه یه همچی خواستهایی وجود داشته باشه، ولی این خواسته ها اصولا عامل تعیین کننده نیست. یعنی ما باید از مسئله بنیادی شروع بکنیم، ساختارهای در واقع زیربنایی شروع بکنیم تا به عوامل سیاسی برسیم، و این عوامل عواملی است تعیین کننده، عواملیه که امروزه باش فراز و شیب‌های خودش در واقع داره بیشتر و بیشتر شکل میگیره. ولی چگونگی شکل گیری این، خب طبیعتا این هارمونی چگونه در واقع شکل بگیره با اشکالات خاص خودشون روبرو هستن، هم در جامعه امریکا هم در جامعه ایران. ولی روند روندی است که به طرف در واقع یک گرایشی که حالا شاید بعداً بتونیم این بیشتر باز بکنیم، عوامل اقتصادی سیاسی که باید این رو به پیش ببره، داره خودش رو بیشتر و بیشتر به عنوان یک عینیت نشون میده. با تشکر. خیلی ممنون پویان عزیز، خسته نباشید. دوستان خیلی خوش آمدید، خوشحالیم که دو مرتبه صدا هست. به هر حال بحث خوبی که عبدی عزیز آوردن، اینجا تقریبا آخرش هستیم. اگر مایل هستین که پاسخ بدین و بگین که چی گفتین و آخرین صحبت ها رو، عبدی جان بفرمایید. من فقط اینجا بگم که اول 21 فوریه عبدی عزیز دو مرتبه اینجا خواهند بود و همینطور ما 14 مارچ راجع اون بعدن صحبت میکنیم. بفرمایید عبدی عزیز از آیدی کابه. مرسی پرواز جان، صدا هست؟ من از این صدای مقدار نامطمئن باشه. مرسی. بله، من فقط خواستم اشاره کنم که 21 فوریه قرار شده که راجع به نابرابری و جرم و یا جنایت، یعنی inequality and crime، و 14 مارس راجع به اصطلاح افول و ضعیف شدن جنبش های کارگری توی آمریکا هستش که اونم یه ربطی به این داره. در حال خواستم یه اشاره کنم به چند تا نکته خیلی خوب دوباره گفته شد. خواستم از این صحبتی که رفقمون پویان کرد شروع کنم که اینا رو، یعنی اینی که چجوری نئولیبرالیسم خودش رو در حیطه سیاسی اقتصادی نشون میده تو ایران، شاید خیلی مشخص بشه به این شکل نشون داد یا دید. و اون اینه که بگذریم از اینی که آمریکا و اتحادیه اروپا دارن با ایران مذاکره میکنن سر یه سری مسائل هسته‌ای و غیره، که من خودم فهم کنم این مقدار شکل قضیه است و روبناست و غیره. اگه بخوایم ببینیم چجوری سیاست های اقتصادی نئولیبرالیسم داره پیاده میشه یا میتونه پیاده بشه، بعد برنامه یا برنامه هم نه گزارش IMF یا صندوق بین‌المللی پول رو که همین چند وقت پیش 2014 در اومد، در رابطه با اینکه هم تو ایران چه ایرادهایی از نظر اقتصادی و همین که IMF پیشنهاد میکنه که چه کارهایی باید ایران بکنه که بتونه مقدار مسائل اقتصادیشو حل کنه و یه ثبات اقتصادی، حالا من نمیگم ثبات از نظر ما نمیتونه به اون شکل وجود داشته باشه، ولی از نظر IMF یه ثبات اقتصادی نسبی تو ایران ایجاد بشه، این پیشنهاد رو میکنه. بعد مقایسه کنیم با اینکه واقعا اقتصاد ایران به چه شکل داره تغییر شکل میده، یعنی این گذار توی این 10 15 20 سال اخیر به چه شکل هست، خیلی راحت‌تر میشه دید. یعنی ما اگه این بحث رو به این شکل نگاه کنیم، IMF و اقتصاد ایران در مقایسه با مذاکرات هسته‌ای و دولت ایران که یکی اقتصادی یکی سیاسی نگاه کنیم، شاید راحت‌تر بشه دید. و شاید هم به همین شیوه بتونم پاسخ بدم به اون سوالی که دوستمون بهنویس کرد، که یه بار دیگه از من سوال کردن که اگر این مذاکرات
به هم بخوره چی، یعنی شکست بخوره چی. من یه اشاره میخواستم تو صحبت اصلیم بکنم که در واقع یادم رفت، شاید کمتر ضرورت شدیدم، ولی همون چیزی که دوستمون بهنویس بهش اشاره میکنه، یعنی هم تو دولت ایران یه جناحی هست که مخالف با این مذاکرات، هم توی دولت آمریکا یه جناحی هست که مخالف این مذاکرات. یعنی دو تا جناح، دولت ایران و دولت آمریکا، که میخوان پیش ببرن این قضیه رو، جفتی به دیگری میگن اگر شما این کار رو زودتر پیش نبرین، زودتر جان اندازین، زودتر این تحریما رو بین نبرین و غیره، ما یه جناح دیگه داریم که خیلی بدتر از ماست و میخواد صدمه بزنه به این شرایط، به این روابط، به این سیاست، به این اقتصاد. بنابراین حواستون رو جمع کنین که ما اون خوبه هستیم و بده پشت سرمونه و هی دنبال اینه که کارشکنی کنه و به قول دوستمون بهنویس باعث بشه که این مذاکرات شکست بخوره. من فکر میکنم باز هم این تهدید که یه جناح بدی هست و یه جناح خوبی، یعنی یه جناح که مخالف مذاکره است، یه جناح موافق مذاکره، هم خودش توی حیطه سیاسی باید نگاه کرد. یعنی فکر میکنم این صرفا تهدیده تا واقعیت. بخوام اگه مثال بزنم، مثل تهدید اسرائیل نسبت به ایران که اگر فلان کارو بکنین ما بمب میندازیم تو ایران، و تهدید ایران به اسرائیل که اگر شما فلان کارو بکنین ما بمب میندازیم تو اسرائیل. یعنی تهدید این دوتا دولت به همدیگه خیلی اصلی تر و واقعی تره تا واقعا بمب انداختن تو کشور همدیگه. منظورم که تو حیطه سیاسی این تهدیدها بیشتر اهمیت دارن. دارم مقایسهش میکنم با این تهدیدی که جناح به اصطلاح لیبرال، اون جناح اوباما رو میکنه، اونایی که میخوان مذاکره کنن در رابطه با به اصطلاح اصولگراها و محافظه‌کارا، که اگه شما این مسئله رو پیش نبرین یه جنایت که اساسا میخواد اینو بین ببره. بنابراین برمیگردم دوباره به اون توضیح اصلیم که این مذاکرات ضرورت دارن، یعنی این ضرورت داره که این مسئله پیش بره. ممکنه به تعویق بیفته، یعنی ممکنه یه خورده بیشتر طول بکشه اون چیزی که این دو طرف میخوان، ولی مطلقاً از بین بره رو من یه مقدار بهش شک دارم. یه نکته دیگری که میخواستم بگم، دو نفر هستن جوری که من دیدم توی نظر دادن، یعنی ایدئولوگ های اصلی این مسئله اقتصادی به خصوص در رابطه با دولت روحانی هستن. یکیشون شاید خوب باشه که آدم بره مطالب اینا رو بخونه، چون بیشتر خود صحبت روحانی تو حیطه سیاسیه که چجوری باید این رابطه برقرار بشه و ضرورتش چیه. ولی این دو نفر، یکیشون محمد نهاوندیانه، یکیشون هم مسعود نیدی. محمد نهاوندیان در اصل همون آدمی بودش که، یعنی همون کسی بود که نمایندگی میکرد ایران رو توی WTO، همون موقعی که دو دهه 70 اینا شروع کردن مطرح کردن که میخوان عضو بشن. و مسعود نیلی هم بازم یکی از ایدئولوگ ها و اقتصاددانایی است که خیلی فرمولوار این مسئله نئولیبرالیسم رو و اینکه چجوری ایران تو شرکت بکنه رو توی WTO و در سطح جهانی خیلی فرمولوار مطرح میکنه. صحبتی که یا سوالی که دوستمون کمونیسم رسون کمونیسم کرد که آیا خشکسالی در این مثلا اون چیزی که تا چند سال دیگه به قول خودشون، یعنی به قول رفیقمون کمونیسم، اگر بهش پرداخته نشه یک فاجعه ای خواهد بود، یعنی اهمی الانش هم این فاجعه هست، آیا باعث میشه که دولت ایران بیشتر نقد بزنه و بخواد زودتر مذاکره رو بکنه یا نه؟ من فکر نمی کنم. شاید اینجوری بشه مقایسهش کرد. من خودم واقعا راجع به این سوالی که شما کردی فکر نکردم، ولی الان که دارم تو همین لحظه بهش فکر میکنم، اگر قرار بود این باعث چیزی بشه، شاید فاجعه های دیگر هم ما میتونستیم بحث کنیم باعث یه حرکتی شده، یه حرکت اقتصادی سیاسی شده. ما خیلی متاسفانه تو ایران خیلی زلزله ها بوده، خیلی نمیدونم طوفان ها بوده، خیلی بدبختی های طبیعی دیگر هم مانند این خشکسالی بوده که هم جون خیلی از آدم ها رو به خطر الان میندازه و همین که خیلی جون از خیلی از انسان ها رو گرفت توی ایران. ولی نمیبینم، من حداقل ندیدم که به همین دلیل دولت جمهوری اسلامی بخواد کاری بکنه
برای اینکه بخواد این مسئله رو برطرف کنه. برای این طبیعت رو و این انفعالات طبیعی رو من اونجوری نقشه بهتون بگم که توی سیاست کوتاه مدت نقد میزنه نمیدونم، شاید دراز مدت، و دراز مدت هم منظورم 100 سال 200 ساله و نه 2 سال 3 سال 10 سال. در حال این نظر منه، نمیدونم چقدر دقیقه چقدر نیست، چون همین الان بهش فکر کردم و تحقیق خاصی هم نسبت بهش ندارم. یه سوالی دوستمون امیدیار کرد که مشخصات اصلی نئولیبرالیسم چیان. من فکر می‌کنم این خودش برنامه، یعنی یه صحبت کلی رو می‌خواد، ولی من شمردم یه سری نکات نئولیبرالیستی رو. شاید از طریق داستان اگه بخوایم اینو بفهمیم، اون بهترین کتابی که میشه خوند اون اطلس شراگد آین رند. آین رند، نمیدونم من اینجا اسپلش میکنم، که دوستان بتونن برن بخونن. کتاب خیلی مهمیه در رابطه با پدیده نئولیبرالیسم، که بحث میکنه که انسان کامل یا انسانها اصولا احتیاجی به دولت ندارن و دولت عموما یه عامل تخریبیه توی مسئله اقتصادی. و اون هم اون اصلا تئوری متاسفانه از داروین قرض کردن، یعنی اسپنسر از داروین قرض کرد، همون اون survival of the fittest، که بهترین ها هستن که تعیین کننده میشن و برتر میشن توی در سطح جامعه رو دنبالش هست و معتقدی که اصلا دولت یه چیز بیخودیه. اگه این کتابو بخونین شاید اصول فلسفی نئولیبرالیسم رو بفهمیم. اگر کتاب میلتون فریدمن و هایک رو بخونیم، اون وقت اصول اقتصادی نئولیبرالیسم رو میفهمیم. و اونم اینه که دولت کوچیکتر و کوچیکتر و کوچیکتر، که من نمیدونم یادتونه یا نه، ولی 7-8 سال پیش نورکوست، یکی از مشاورای اقتصادی اصلی دولت بوش، مطرح کرد که ما میخواییم دولت رو انقدر کوچیکش کنیم که بتونیم توی یه دونه وان هموم خفش کنیم. یعنی انقدر دولت کوچیک بشه که اصلا وجود نداشته باشه تقریبا، یا انقدر ضعیف بشه که بشه راحت از بین بردش. یعنی دولت کوچیک، خصوصی سازی، حقوق عمومی رو از مردم گرفتن، حقوق کار و کارمندی و کارگری رو گرفتن، یعنی اساسا دولت هیچ نقشی نداشته باشه در بهترین حالت تو هیچ مسئله اقتصادی. این میشه فلسفه نئولیبرالیسم و اسمش هم از اون مثلا لیبرالیسم اصلی، که اون بحث اصلیش از طریق ادم سمیت شده توی Wealth of Nation یا ثروت ملت‌ها، ملیت‌ها، که دولت نباید کاری داشته باشه به اقتصاد. و در این حال نئولیبرالیسم، یعنی اون لیبرالیسم جدید، هم اینی که ما اون چیزی که امروز میگیم، ولی در این حال با اینکه به شکل تئوریک آدم سمیت یه مقدار لیبرال بود وقتی مینوشت، یعنی توی 1776-77 کتابش در اومد، یعنی 240 سال پیش تقریبا، برای سرمایه داری اون دوران لیبرال بود، یعنی میگفت این آزادی باید به مردم داده بشه، بیشتر مسئلهش آزادی شخصی بود. ولی اینایی که الان، یعنی بعد 240-50 سال دارن مطرحش میکنن، خب اساسا چون اقتصاد سرمایه داری تغییر کرده به شکل دیگه مطرح میشه، که به همین دلیل بهش میگن نئولیبرالیسم. که میگم اقتصاددانای واقعیش، یعنی اون کسایی که فرموله کردن این پدیده رو، هایک در وهله اول، H-A-Y-K، و اون یکی هم میلتون فریدمن، که میشه این دو نفر رو خون مطالبشون رو. که مبنای این در ایران چیست؟ این سوال خیلی خوبیه. من سعی کردم توی اون جریان الکتیو افینیتی به این سوال پاسخ بدم، ولی اگه خیلی خلاصه بخوام بگم که مبنای این پدیده چیه، یعنی چه مناسباتی توی ایران وجود داره که خوش آمدگویی میکنه و یا درخواست توی مردم دارم میگم که و یا درخواست میکنه که و خیلی خوشحال از اینکه نئولیبرالیسم میخواد تو ایران پیاده بشه، دو تا پدیده است. من نمیخوام زیاد توضیح بدم، ولی مختصری تو یه پدیده پست مدرنیسم و یه پدیده ایندیویدوالیسم، یعنی خود یا به فارسی فرا مدرنیسم و فردگرایی. و
ببینید تو ایران متاسفانه، حالا من نمیگم ایران خاصه، ولی توی دنیای همچین چیزی شده، ولی تو ایران اگه شما توجه کنید این فردگرایی بسیار بسیار قوی شده. متاسفانه این فردگرایی بسیار قوی شده، نه فردگرایی که ما از به اصطلاح اون دوران شکوفایی بورژوایی در مد نظرمونه که هر انسانی بره به خودش آگاه بشه و خودش تعیین کنه و خودش تحلیل کنه و غیره و غیره، بلکه فردگرایی که به شکل خودمحوری و از خود راضی بودن، همه چیز برای من و دیگری هیچ چیز رو دارم میگم، این یه چیزیست که خیلی تو ایران قویه و نه حالا اون ابعاد اجتماعیش هم، یعنی دلایل اجتماعیش هم میشه بهش پرداخت. یعنی من تعجب نمیکنم که این فردگرایی قوی شده. یه پدیده دیگه پست مدرنیسمه. پست مدرنیسم، من نمیدونم حالا این بازم خودش بحثیه که چقدر دوستان رفقا باش آشنا هستن، عمدتا مطرح میکنه که چیزی به اسم فعالیت مثلا گروهی اجتماعی طبقاتی به شکل بزرگ وجود نداره. نراتیو ما، یعنی داستانی که داره بازگو میشه، داستان شخصیه. هر نفر، هر شخصی یه داستانی داره. واسه همین این پراکندگی تو جامعه انقدر وجود داره که ما نمیتونیم چندین نفر مثلا دور هم جمع شیم تحت لوای یک گروه خاصی، یه طبقه خاصی، یه نژاد خاصی و مسائلمون رو مطرح کنیم و بتونیم به دست بیاریم، بلکه باید به عنوان یک شخص، یک فرد این کاری کرد. حالا این پست مدرنیسم خودش یه اقتصاد داره، یه سیاست داره، یه حتی هنر داره و یه حتی مذهبای پست مدرنیسم هم داریم که فرای اون مذهبای ابراهیمی هستن، که یعنی مسیحیت، یهودیت و اسلام، که گروهی هستن و سازمانی هستن و سازماندهی شدن و میخوان خودشون پرستش کنن و غیره. حالا به شکل خلاصه گفتم مبنای اینه که چجوریه که نئولیبرالیسم میتونه خودشو به این شکل تو ایران جا بندازه. یک، من فکر میکنم پست مدرنیسمه که تو ایران بازم در تضاد با اون خواسته های واقعی مردم خودش جا انداخته، و فردگرایی، یعنی ایندیویدوالیسمی که توی ایران تونسته خودش جا بندازه. صحبت دیگه ای ندارم، یعنی فکر کردم که تا حالا به اون سوالایی که شد تا اونجا که تونستم پاسخ دادم، که چیزایی هم که پاسخ ندادم واقعا جوابشون نمیدونم یا نظر خاصی ندارم. بنابراین خیلی ممنون یه بار دیگه از این فرصتی که من داده شد. امیدوارم که حالا مثل که میشه سه هفته دیگه در خدمتتون باشم که بتونیم راجع به جرم و نابرابری توی آمریکا یا نابرابری و جرم توی آمریکا صحبت کنیم. خیلی ممنون. مایک آزاد. اگر به سایت گفتمان نگاه کنین کمی اطلاعات بیشتر اگر مایل هستین راجع به صحبت‌های عبدی و ریفرنس‌هایی که امروز دادن میتونین مراجعه کنین.